به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست ما ز بالاییم و بالا می ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما از اینجا و از آنجا نیستیم ما ز بی و بیجا جا می رویم. لا اله هم در پی الا الله است همچلا ما هم به الا می رویم چشتی روحیم در طوفان نوح لاجرم بی دست و بی پا می رویم. قل تعالی و آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی می رویم خانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم ای کوه هستی ما ره را مبند ما به کوه قاف و انقا می رویم از ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی همطوری که استهزار دارن مدتی است در ادامه تفسیر قصه های زیبای مصنوی از دفتر چهارم بحث ما منتهی شده است به مبحث عقل و عقلانیت این مفهوم فربه در عرفان بحث عقل ستیزی عقل گریزی عقل پذیری در نظام فکری مولانا و شمس تبریزی بحثی را که امروز من خدمتون تقدیم می کنم قسمت هفتم از سلسله مباحثی است که مربوط است به هم و عزیزان حتما تعقیب کردن و در سایت آکادمی مولانا و در کانال یوتیوب آکادمی مولانا موجود است بحث امشب رو با مقدمه ای آغاز می کنم که دائما این مقدمه باید تکرار بشه و عزیزان در نظر داشته باشند. در اندیشه عارفان خصوصا حضرت مولانا مفاهیمی که به ما ارائه میشه به صورت پنجره هایی که ما رو به آسمان معنا متصل میکنه این مفاهیم دارای مراتب هستند زو مراتبن مقول به تشکیکن مقول به تشکیک یعنی مرتبه ضعیف و قویشون آنچنان فاصله دارد که انسان تشکیک میکند که کدام مرتبه مرتبه حقیقی و مرتبه واقعی است مثالش در عالم مثل مثال نور است و همینطور همه مفاهیمی که در عرفان مطرح میشه ایمان دارای مراتب تقوا دارای مراتب صدق دارای مراتب یقین دارای مراتب مثلا گفته می شود یا ایوه الذین آمنو آمنو بالله تأکیده ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیارید به خدا و اگر ما ایمان آوردیم چرا میفرماید ایمان بیارید اگر ایمان نیاوردیم چرا خطاب میکند یا ایوه الذین آمنو این مراتب در اینجا مطرح می شود و در روند تکاملی انسان که دو تا قوس رو مطرح میکنن معمولا قوس نزول که یک نوع آمدن است بشنو این نیچون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند انا لله که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیر مرد و زن نالیدن این به شکل تدریجی و به شکل مراتب بوده از این طرف هم که انسان میخواد به شکوفایی برسه اون دانه و هسته در او رشد بکنه در اینجا هم باز ما مراتب داریم که من به این مراتب اشاره کردم خب تاکید بر این مراتب برای چیه؟ برای اینکه وقتی که شما مراتبی رو مطرح می کنید خب مرتبه یک، مرتبه دو، مرتبه سه همطور این مراتب پایینی و اون مراتب بالایی برای این است که کسی که در این مرتبه قرار دارد خودش رو واجد همه حقایق و کمالات نداند بلکه بی نهایت حضرت است در این راه که حالا اشاره می که مولانا بر این مطلب تاکید میکنه کنه بی نهایت حضرت است و انسان در هر حال از نقطه مبدع نقص که حرکت می یعنی حرکت تکاملی من به سوی شدن است یعنی حالت اشتداد رو نباید انسان فراموش بکنه و در مسئله عقلی که ما وارد شدیم قطعا عقل دارای مراتب است مراتب متوسط دارد مراتب پایین دارد مراتب عالی دارد باز تأکید بر اینی که عقل دارای مراتب است برای اینکه در هر مرتبه از مراتب عقل که ما انگوش بگذاریم شخص نباید خودش را صاحب وصل کامل و وصل مطلق بداند از مطلق گرایی و از توهم باید فرار بکند و علت این که در اندیشه عارفان به عقل انتقاد می شود و در یک مرتبه ای از عقل به نیکی یاد می شود و عقل ستایش می شود به خاطر این است که عارفان معتقدند به این که قالب مردم چون زورشون به نفسشون نمیرسه در این مرتبه پایین عقل مشغولند و بنابراین اون ندای عالی و اون به قول مولانا که میگه قول تعالی صدای قول تعالی به گوششان نمیرسد از این جهت این مرتبه پایین است که مورد توجه عارف میشه و عارف انتقادش نسبت به این مرتبه پایین است برای اینکه این معنا رو بهتر عزیزان توجه بکنن شواهدی رو براتون از اندیشه های حضرت مولانا آوردم خدمتتون تقدیم کردم پی دی افش هم موجوده در دفتر اول بیت 3259 مولانا میفرماید من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سمات من غلام اونجا که میگه من غلام قمرم یعنی من فانی هستم من ستایش میکنم من غلام قمرم یعنی من فانی در قمر هستم قمر رو ستایش میکنم من غلام آن که او در هر رباط من ستایشگره هر کسی هستم که در هر رباط یعنی کاروان که وارد کاروان سرا میشه و منازلی که طی میکنه یعنی منزل در هر خانه ای که قرار میگیره تو مراتب عقلی خیش را واصل نداند بر سمات یعنی بر اون سفره نگه که من رسیدم به اون و وصل پیدا کردم به نهایات خیش را واصل نداند بر سمات بس رباطی که بباید ترک کرد یعنی اصلا حرکت از ترک آغاز می شود و هر تکاملی نفی مرتبه قبلی است یعنی کنده شدن از مرتبه قبلی است پس بس رباطی که به باید ترک کرد تا به مسکن یعنی به محل سکونت و آرامش در رسد یک روز مرد گرچه در وجود تو این اقلانیت است گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست یعنی این از تو نیست پرتو آریت آتش, یعنی آتش زنی است یعنی یه آتش زنه اینجا وجود داره که این آتش رو در تو ایجاد میکنه و اون همون عقل کلی یا عقل کلی است تو باید ارتقاء پیدا کنی و ارتفاع پیدا بکنی و تقسیمات عقلم به خاطر توجه به این تسعید و به این ارتفاع است در دفتر سوم بیت 1961 مولانا میفرماید بینهایت حضرت از این بارگاه بی نهایت حضرت است یعنی مراتب حضور بی نهایت است انسان به سوی بی سوئی می روید. انسان از نقطه مبدع نقص به سوی نقطه مقصد کمال یعنی اگه ما میگیم سیر منال خلق علال حق حق یک نقطه نیست که من به او برسم توجه داشته باشید دقیقا سیر تکاملی اینطور است که اگر اینو قبلا هم عرض کردم شما اگه در اینجا نشسته باشید <تص> و کنارتون یه دیواری باشه که فاصله شما با اون دیوار 8 متر باشه اگر شما یک متر بیایید به سمت دیوار فاصلتون میشه هفت متر و اگر دو متر بیایید فاصلتون میشه 5 متر و هر چه که شما نزدیک بشید به دیوار دارید نزدیک میشید و جایی میرسه که دیگه به دیوار میچسبید اما در عالم معنا اینطور نیست اگر شما اتصالی دارید یعنی فاصله ای هست بین شما و اون حقیقت اگر شما یک گام به اون حقیقت نزدیک میشید اون حقیقت یک گام از شما دورتر میشه چون او بی نهایت است این مطلب رو باید ما توجه داشته باشیم خب بحثی که ما در این شش جلسه خدمتون داشتیم راجع به تقسیمی بود که مولانا داشت در چه موردی عقل کلی و عقل جزئی منظور از عقل کلی و عقل جزئی رو بنده توضیح دادم مرتبه عالی که اشتدادش زیاده نورانیتش قویست گفته می شود عقل کلی یا عقل کلی در من و شما همون عقل محدود میشه محصور میشه زندانی میشه در حصار نفس قرار میگیره ما خصوصیات عقل جزئی رو میگفتیم که گفتیم یک عقل جزئی اسیر نفس میشه قالب مردم زورشون به نفسشون نمیرسه اسیر نفس میشه و دوم این که این عقل جزوی محدود است و مستبد است میگه اون چرا که من با طول خودم درک بکنم همون اون برای من قابل قبول است در معرفت یه حالت استبداد داره و یه حالت محدودیت اینها رو من توضیح دادم خب این شب و در این جلسه من میپردازم به خصوصیت سوم عقل جزئی که بسیار بسیار قابل توجهه توجه داشته باشید عقل جزوی که مولانا انتقادش میکنه میگه حواستون باشه این استش که سببدان است یعنی دنبال سببها میگردد علت ها رو میخواد کشف بکنه این عالم رو میخواد این بفهمه این موجودات رو میخواد تبیین بکنه و وقتی که میخواد نسبت به جهان معرفت پیدا بکنه دنبال اسباب و علل است و در این سبب گرایی و سبب بینی یک قفلتی به او دست میده این رو مولانا آمده نقد کرده است نقطه مقابل این چیه یعنی عقل جزئی همسوی با سبب اما عقل کلی یعنی اون عقلی که رها است اون همسوی با مقامی است به نام مقام حیرت از این جهت بنده اینجا برای شما آوردم تقابل بین حیرت و عقل جزئی خب توجه داشته باشید اولا خب اینجا اولین سوال در ذهن شما مطرح میشه که آقا این که مولانا نقد میکنه که شما از سببدانی فرار بکنید خب این طبیعت ماست که ما در جستجوی حقیقتیم در این عالم ما میخوایم تبیین کنیم و ما میخوایم دنبال سبب بگردیم انسان به دلیل همین سببجویی که در وجود او هست و سببدانی و کشف علیت استخراج میکنه منابع طبیعی رو به استخدام میگیره نیروهای فیزیکی رو اصلا من میخوام بدانم علت سائقه چیه علت زلزله چیه علت بیماری تاون، خناق دیفتیری سرطان این همه تحقیقاتی که بشر کرده به خاطر سببدانی بوده است تکنیک و تکنولوژی در عالم صنعت انقلاب صنعتی و تکامل نماد خانواده نماد اقتصاد نهاد اقتصاد ببخشید نهاد سیاست نهاد قضاوت و همه ابعاد اجتماعی و گسترش مدنیت به خاطر همین علم بوده به خاطر همین در جستجوی حقیقت بودن بوده ببینید سببدانه یعنی علم یعنی وقتی که ما میایم میگیم که سببدان هستید شما یعنی دنبال علم میرید در علم فیزیک شما سببدان هستید در موضوع علم فیزیک در علم شیمی سببدان هستید در علم طب همینطور در همه علوم در روانشناسی در جامعه شناسی اصلا زندگی ما رو سببدانی تشکیل میده پس چطور مولانا حمله می کند به سببدانی و میگه عقل جزئی هم پایه با سببدانی است و سببدان نباشید بیایید به مقام حیرت برسید خب اولا در اینجا پاسخ این سوال رو بنده بخوام مطرح بکنم این بحث مربوط می شود به التقاء عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت یعنی مربوط نمیشه به اینی که اگه ما گفتیم سببدان نباشید دنبال علم نرید یک یک جوابش اینه یعنی ما نیایم بفهمیم وقتی کرونا میاد همه عقلها مغزها دانشگاه ها همه بسیج میشن علم بسیج میشه برای اینکه سبب کرونا رو تشخیص بده خب این که مربوط به عرفان نمیشه عارف که به این ما رو توجه نمیده عارف در اینجا میگه میگه در جایی که عارف نگاه به عالم میکنه عالم رو با او میبیند عالم را در زل اسماء او میبیند اینجا ارتباط بین عالم ماده و معنا مطرح میشه. یعنی نقطه التقاء یعنی ملاقات طبیعت و ماورای طبیعت. یعنی اینجایی که من میخوام بفهمم این اتصال طبیعت به ماورای طبیعت رو. یعنی بحث خداگرایی مطرح میشه. یعنی بحث مواجهه با یک امر بزرگتری مطرح میشه مواجهه با خداوند مواجهه با امر قدسی مواجهه با ماورای موار... با طبیعت یعنی تجربه الهیاتی توجه بفرمید تجربه دینی تجربه عرفانی اینجا بحث حیرت مطرح میشه بعد به بحث طبیعت هم سرایت میکنه حالا بنده واردش میشه پس بنابراین این سوال اینه که ما اصلا چرا باید دنبال سبب باشیم خب طبیعی است که ما باید دنبال اسباب باشیم ما باید اراده طبیعی و عالم طبیعت رو میخوایم بشناسیم از طریق اسباب میشناسیم اما در اینجا بحث بحث رویکرد الهیاتی هست یعنی خدا مطرح می شود تأثیر عوامل طبیعت در ماورای ماورا طبیعت در طبیعت مطرح میشه خب من برای اینکه اینو بهتر برای عزیزان جا بندازم سه تا مشرب رو اینجا به شما معرفی میکنم یعنی سه نوع روی کرد سه گونه رفتن و سه گونه حتی زندگی کردن با الهیات و خدا مطرحه یعنی ما آدم ها رو سه دسته میکنیم و به خاطر همین بحث عرفان و مولانا هم در اینجا مطرح میشه دسته اول اینجا هم براتون گفتم که طبقات و لایه های سگانه در مواجهه با امر قدسی یعنی ما یه آدمی هستیم که اینجا ما میه میگیم که نه خدایی نه کتابی نه حسابی است نه ماورایی نه معنایی است اصلا من اعتقاد به این حرفا ندارم من میگم که این دهر همین طبیعت است میخوام طبیعت رو بشناسیم توجه فهم نه ما میایم از این بیرون میگیم داریم عرفان میخونیم ما آمدیم تو مدرسه مولانا ما آمدیم در آکادمی مولانا در مکتب مولانا عزیزان توجه داشته باشن این ستا رو توجه بکنید روی کرده با امر قدسی یعنی روی کرده الهیاتی به شکل مقلدانه غیر آلمانه چه کاملا ارسی و وراستی و ژنتیک و تحت تاثیر محیط خانوادگی و القاء اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و هر آنچه که منو به اینجا رسونده یعنی شما یه نگاهی به خدا دارید اما این نگاهتون از پدر مادرتون گرفتید به صورت تقلیدی و به صورت القا از کودکی به ما القا کردن خدایی هست از کودکی القا کردن که خدا دست تو میگیره القا کردن که زندگی پس از مرگ وجود داره القا کردن که موجودات ماورای طبیعی وجود دارن موجودات قدسی و مقدس وجود دارن ائمه ای وجود دارن اولیایی وجود دارن ما هم اینها رو پذیرفتیم در بست و به صورت یک پکیجی توی زندگی ما مطرحه یعنی پکیج‌های های دیگه هم هست اما این پکیج هم تو زندگی ما مطرحه گاهی میریم این پکیج رو مراجعه میکنیم همطوری که شما گاهی میرید فیلم سینمایی نگاه میکنید گاهی هم میرید به معبد به کنیسه به کلیسا به مسجد به یه گوشه ای یه مدیتیشنی ارتباطی و این رو میگید من از خانوادم گرفتم اگر بنده در پاکستان به دنیا آمده بودم یا در استرالیا به دنیا آمده بودم من دقیقا این گرایشم به خدا دقیقا با الان فرق میکرد یعنی الان بنده اینجا مصنوی درس نمیدادم من اگر در هندوستان به دنیا آمده بودم من گاف پرست می شدم یا هندویزم می شدم و یا در ژاپن به دنیا آمده بودم در فلات تبت و پامیر به دنیا آمده بودم طور دیگری بودم دین من نگاه من نگاه الهیاتی من کاملا تقلیدی است یعنی کاملا جبریست یعنی جبرن و تقلیدن و ارسی من تبعیت کردم در اینجا روحانی وجود داره روحانی برای من میره درس میخونه و برای من فرمانها رو برای من بیان میکنه اون چمن یا اون شمن ببخشید یا اون ارز میکنم روحانی شمن من روحانی من اون کسی که برای من اتوریته شده است برای من تبیین میکنه باید اینطور مدیتیشن بکنی باید نماز بخونی باید روزه بگیری باید اعمال خاصی رو در کنار دیوار ندبه انجام بدی باید غسل تعمید بکنی باید گشت تخم مرغ داشته باشی تمام اینها در مسیحیت در یهود و در تمام ادیان این یک نگاه هست نگاه مقلدانه و غیر عالمانه، که این حالا به درد میخوره یا به درد نمیخوره این در جای خودش این یک گام دوم نگاهی که وجود داره یعنی رویکرد الهیاتی آلمان است و عاقلانه است و من میخوام به شکل آنالیتیک تحلیل بکنم دین را من میخوام بفهمم شیطان یعنی چی یعنی عقل من و مغز من پر بشه و کاسه ذهن من اقنا بشه از اینکه اصلا شیطان وجود داره و شیطان تاثیر داره در زندگی من و منو اقوا میکنه و منو فریب میده من میخوام عقلم بفهمد که چرا باید زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه با عقل و عقلانیتم تشخیص بدم چگونه میشه که یک پیامبری میاد مرده رو زنده میکنه چگونه یک پیامبری شفا میده چگونه نیروهای ماورای طبیعت در زندگی من تاثیر دارن اصلا من میخوام فرشته رو عقلانی بفهمم علمی بفهمم من میخوام ایضاح بشه تصورات دینی من و تصدیقات دینی من تصورات دینی من تصوری که از خدا دارم تصوری که از بهش دارم تصوری که از جهنم دارم تصوری که از عبادت دارم همه اینا باید توضیح داده بشه و تصدیقات منم باید برای من ادله بیارید دلیل بیارید اگه گفتید الف به اس هر به جیم است الف جیم است برای تمام گزارهای دینی که به ما داده می شود من میخوام بفهمم و من فیلسوفانه و مقلدانه با یک اوبژه مواجه میشم این اوبژه رو میگیرم به نام دین میخوام بفهممش و میخوام برای من تبیین بشه و تفهیم بشه و تقلید هم نمیگویم و نمیکنم خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو لعنت بر آن تقلید باد که مولانا این رو به صورت حکایت اون شیخی در آورد اون صوفی در آورد که مسافرت میرفت دائما صوفیان مسافرت میرفتن وارد خانقاهی میشه و دم در خانقاه که در یک شهری وارد میشه اولاغ او رو میگیرن که تیمارش کنند بهش برسن این وارد خانقا میشه و صوفیهای دیگه بودند و عبادت میکردند و گفتگو میکردند اما این صوفی ها چهار روز چند روز روزه گرفته بودند و مواجبی هم نداشتن پولی نداشتن سفره چرب و لوتی نداشتن اینا اومدن گفتن چه کنیم گفتن این آدا قریبه است بعدا رازیش میکنیم خرش رو ببریم بفروشیم خرش رو میبریم میفروشیم با پول خر یه سفره برپا میکنیم و بالاخره اینو رازیش میکنیم این اجماعی که صورت گرفت کرد. شورا کردن به این نتیجه رسیدن و همه خوشحال آمدن در داخل کلیس در داخل اون عرض میکنم خدمتون که خانقا شروع کردن رقصیدن و چرخ زدن و دم گرفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت و خر برفت و خر برفت آغاز کرد مولانا این رو بیان میکنه بعد اینا سفره ای رو پهن میکنن از پول اون الاغی که فروختن و تغذیه میکنند و لذت میبرند و شبم این آقا اونجا مهمان بوده و صبح میاد که خرش تحویل بگیره بهش میگن که آقا خرتون یه قول مکس میکنن میگه خر من که نکنه مریض شده بلایی سرش اومده نه میگن آقا ببخشید ما دیشب گرسنه بودیم و گفتیم شما رو راضی میکنیم خر شما رو ما فروختیم بعد گفت اه تو از من اجازه نگرفتی گفت والله بالله چند بار اومدم توی خانقا که از شما اجازه بگیرم و حتی به شما بگم اما دیدم که شما اون وسط از همه بهتر داری میچرخی و میگردی و داری با خود تکرار میکنی خر برفت و خر برفت و خر برفت وقتی من دیدم شما با شور داری میگه خر برفت دیگه خر رو من بردم این صوفی گفتش که والله من نمیدونستم چی بگم خلق را, و تقلیم را و تقلیدشان برباد داد ای دوستد لعنت بران تقلید با این گرایش اوله گرایش دوم آلمانه و عاقلانه است و تحلیل گرایانه است مقلدانه نیست روی دنده اتوماتیک من چیزی رو با استدلال فهمیدم مخلص اون گزاره هستم ولو اینی که من این عرض میکنم که دین رو پذیرفتم اما اگر گزاره ای بود که با عقل من ناسازگار بود من نمیپذیرم این گرایش دوم اما گرایش سوم گرایش عارفانه و عاشقانه است در گرایش عارفانه و عاشقانه یک نوع شهود و یک نوع مواجهه وجودی مطرح میشه وقتی که ما میگیم عارف دیگه عارف به مقولات کار نداره عارف دیگه نمیخواد بیاد بر ما در قالب عقل ما اون خدا رو بیاره در قالب عقل ما اون تجربهش رو بیاره در قالب عقل ما در این مرحله و مرتبه اون چه که عارف مواجهه وجودی با او پیدا میکنه رازه سره سر ریسک که نامکشوفه یعنی شما نمیتونید اون رو بیارید در قالبهای مقولات قرار بدید و اون رو توی دانشگاه بفهمید هرگز نمیتونید با عقلتون یعنی عقل شما در اون مرحله و در اون مرتبه برای فهمیدن اون رازها و اون سرهایی که عارف از او تعبیر میکند ساخته نشده است و عقل شما دنگ میشه و عقل شما نمیتواند بفهمد دوچار یک نوع ارزو می کنم که سردرگمی میشه بنابراین اینجا از یک حقیقتی صحبت میکند عارف به نام حیرت به نام حیرت عارف میاد از این حیرت سخن میگوید که من دوچار حیرت شدم توجه فرمایید مولانا حیرت رو ستایش میکنه میگه عقل جزئی کارش زیرکی و سبب دانیس از زیرکی و سببدانی دست بردار بیا یک مواجهه ای پیدا کن که به حیرت برسی یا حیرت برسی ببین اول من این مواجهه رو بگم ببینید من الان مواجهه دارم با این کتاب این کتاب رو وقتی که دارم میخونم مواجهه عقلی دارم مواجهه علمی دارم با این کتاب توی آزمایشگاه که میرم مواجهه علمی و مواجهه عقلی دارم شما با خیلی از امور در این عالم مواجهه عقلی دارید یعنی میفهمید میگید بله من تو رو فهمیدم اما به لحاظ عقلی یه وقتی هستش که یک فردی میشنود که برادر او یا خواهر او یا دوست او مبتلا به این بیماری سرطان شده سرطان خون گرفته خب این مواجهه عقلی با این بیماری داره اصلا مطالعه داره اصلا طبیبه اصلا این مسلط بر این بیماری و تمام حدود و سقور و کوچ پس کوچه های این بیماری رو میشناسه به حالات به لحاظ عقلی هیچ مواجهه باطنی و مواجهه وجودی با این نداره اما روزی که خدای نخواسته اگر همین آقا خودش سرطان گرفت ما اونو میگیم مواجهه وجودی یعنی شهود میکنه و مواجهه میشه وجودش با او درگیر میشه وجودش با او درگیر میشه نه اینی که فقط میفهمد و فقط عرض میکنم که در عالم عقل این من اینو بهش میگن مواجهه عارف از یک چیزی صحبت میکنه به نام مواجهه عاشقانه ای که در تجربه عارفانه به شما دست میده و شما مواجه میشید با یه حقیقتی که اون حقیقت نامحدود است و شما محدودید و اینجا شما در برابر اون عظمت یک بار دوچاره حیرت میشید مثل که شما وارد یه باقی میشید من دارم مثال میزنم خاک بر فرق منو تمثیل بود آنچنان گله ها در اینجا مشاهده میکنید که دوچاره حیرت میشید با, یک خانمی با یه, یه آقایی مواجه میشید طبیبی هستید میخواید خانمی رو معالجه کنید وقتی که با این خانم مواجه میشید آنچنان زیباست و این زیبایی آنچنان شما رو درگیر میکنه که تبابت و تب و علم و همه اینها رو فراموش میکنید اونو بهش میگن حیرت خب توجه بفرمایید در مرتبه علم و عقل یعنی در اون مرتبه دوم من دچار حیرت میشم اما اون حیرت حیرت عقلیست عقل جزئی دچار حیرت میشه اون حیرت نام شک است منظورمون از اون حیرت که میگه آقا من متحیرم که چه بکنم اون تشویش و نگرانی و تردد شما نیست اون تو عالم عقله پس ما یک حیرت عقلی داریم که نامش تردده نام شک و اگه در شک و در تردد بمانی بدبختی باید از شک عبور بکنی شک گذرگاه بسیار خوبی است اما توقفگاه خوبی نیست اما اگه از اینجا شما عبور کردی به یک مرحله و مرتبه ای میرسی که با حقیقتی مواجه میشی که در قالب مفاهیم عقلی نمیگنجه اونجا شما دچار حیرت میشید خب حالا این به چه درد ما میخوره و چرا اینجا مطرح میشه من این رو براتون توضیح میدم توجه بفرمایید در دفتر سوم بیت 484 مولانا میگوید این تردد یعنی این شک داشته باشی هی hey بخوای بگی این هست این شک عقلی حبس و زندانی بود که به که جان سوئی رود نمیگذاره جان تو پرواز بکنه این جان گرفتار چند و چون و سوالهای عقل جزئیه و در یک ترددی قرار داره چون میخواد بفهمه خب اون فهمیدنی نیست یعنی اون با عقل سید نمیشه حالا میرسیم من براتون میگم این بدین سو آن بدان سو میکشد هر یکی گویا منم راه رشد یعنی راه رشد منم راه رشد یعنی راهی که من رسیدن اینه اینه اینو بگیریم اونو بگیریم هر روز با همدیگه بحث و دعوا میکنن این تردد عقبه راه حق است عقبه عقبه میخونم این تردد یعنی این شک یک گردنه راه حقه باید از این گردنه عبور بکنی تو از این گردنه که گرفتار این عقل شدی ای خونوک آن را که پایش مطلق است مطلق یعنی طلاق داده شده و رها شده از همه این قیدها میگه آقا در این عالم یه رازهایی هست یک سرهایی هست که اون رازها و اون سرها برای من با عقل من تبیین نمیشه اینو میگن طور عقل حالا اینا حرفای مولاناست ها من دارم حرفای مولانا رو میزنم این تردد عقبه راه حق است ای خنوج آن را که پایش مطلق است بی تردد می رود در راه راست خیلی آرام است به کدام مرحله رسیده به مرحله اطمینان رسیده است ره نمیدانی بجو گامش کجاست ره نمیدانی بجو گامش کجاست ارز میکنم خدمتون که این مرحله رو که عبور از این مرحله بکنی به مرحله میرسی به نام مرحله حیرت اون مرحله عقلی ها ببینید اون داستانی که قبلا براتون عرض کردم در داستان حضرت ابراهیم که میفرماید که و از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا ابراهیم گفت خدایا به من نشون بده مرده ها رو چگونه زنده میکنی میخوام مواجهه وجودی پیدا بکنم قال اولم تؤمن آیا ایمان نداری بله من یقین دارم یعنی عقلم میفهمه اینو بلا کن لیتم نقلبی قلبی من میخوام از این تردد و از این حیرت عقلی خارج بشم به اون اطمینان برسم وقتی به اون اطمینان میرسی نفس اون اطمینانم یک نوع حیرت عاشقان است این حیرت دوم با اون حیرت اول فرق میکنه چرا من دوچار حیرت میشم برای اینکه من مواجه میشم با یک بی صورت که این بی صورت گاه در صورتهای متضاد و متناقض برای من ظهور پیدا می من دوچار یک تناقض میشم در اینجا و این تناقض بسیار زیباست ببینید در اون مرتبه دوم که عاقلانه و عالمانه بود اونجا تناقض رو فیلسوف و عاقل ازش فرار میکنه تناقض دو امری هستند که اینها پارادوکس هم. یعنی با همدیگه جمع نمیشه شما نمیتونید در یک صورت بگید هست در یک صورت بگید این اون نیست این هستی و نیستی رو اینجا با همدیگه جمع بکنید مخصوصا در اون جایی که زدیت به شما رو می آورد در زدیت یعنی اون جایی که دو امری که از نظر شما دو تا زد هستن در عالم عقل میگی نه من باید یا این است رو قبول کنم یا اون نیست رو قبول کنم در عالم عقل اما در عالم عرفان و در اون مقام حیرت شما هر دو را میپذیرید هر دو سو را میپذیرید من برای شما یه مثال بزنم حالا تو بحثمونم میرسیم و اینو به صورت منظم درسی اینجا مطرح است و اون این هستش که شما نگاه کنید که در تمام جلساتی که بنده ورود میکنم در هر جلسه در همین جلسه دختران رومی در همین جلسه آکادمی مولانا در جلسه گروه موج در گروه از استرالیا هر جا که من باهاشون کار دارم در اینجا دانشگاه مراجعه که میکنم آدمی نیست که پای صحبت ما بشینه پای صحبت هر کس دیگری بشینه و بره ازش سوال بکنه که آیا من مجبورم یا من مختارم این مسئله جبر و اختیار خب. این مسئله جبر و اختیار ما به لحاظ عقلی میخوایم بفهمیم گفتم روی کرده دینی داریم میاد میگه آقا از نظر عقلی برای من دلیل بیار که آیا ما مجبوریم ما زندگیمون از جای دیگه کنترل میشه و ما مسخریم و ما فقط و فقط عاملیم و ابزاریم در دست یک قوی یا اینی که نه به ما تفیز شده ما آزادیم ما رها هستیم هر چه میخواهد دل تنگت بکن ما آزادیم ما رها هستیم آیا تفیز هست یا جبر هست شما اگه عقل رو بخوای به کار بندازی نمیتونی بگی هم هست هم نیست یعنی شما باز عقلت قانع نمیشه به همین دلیلم تا همین الانی که من دارم با صحبت میکنم در این سال 2023 از اول بشریت تا الان هنوز این مسئله حل نشده به لحاظ عقلی به لحاظ عقلی حل نشده است درست شو؟ اما عارف این رو به لحاظ وجودی باهاش مواجه میشه من اگر بیام بگم که لا جبر ولا تفیز بل امرون بین الامرین نه جبر در این عالم و نه تفیضه بلکه امری است بین این دوتا ما به لازم عقلی بازم قانع نمیشیم ولی عارف اینو با تمام وجودش حس میکنه با تمام وجودش میفهمه یعنی هم جبره است هم اختیار شما حافظ رو ببینی حافظ در یک جایی میگه که رضا به داده بده رضا به داده بده جبین بر مکشای یه چنین چیزی داره میگه میگه رضا به داده بده اخماتو تو هم نکن چه در اختیار به ما نکشاده است در اختیار به روی ما گشاده نشده است اینجا هر کس بیاد توی مکتب حافظ میگه حافظ جبریه بسیاری از جاها حافظ جوری حرف زده که جبری است ولی در یک جایی میگه بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافی و نو در اندازه. در اینجا اینقدر حافظ اختیار داره احساس اختیار میکنه که میگه بیا اصلا ما عالم رو خراب کنیم یا آلم نو بسازیم بفرمایید ببینم این حافظ متناقض نما هست یا نیست آیا این حافظ یک شخصیت پارادوکس هست یا نیست حافظ اینجا مواجهه عقلی نیست اینجا مواجهه وجودی راست میگه در یک جایی آنچنان خودش را در آغوش توحید افعالی حضرت حق مشاهده می کند آنچنان در تسخیر اون عاشق خود را می بیند که میگوید رضا به داده بده جبین برق مکشا که در اختیار به روی ما به ما مکشاد است و در یک جای آنچنان او را رها میکنه و میگه هر کاری دلت میخواد بکن که میگه که بیا این کار رو انجام بدیم و سقف را ما سوراخ کنیم و عالم رو خراب بکنیم اون مواجهه وجودیه اونجا تناقض معنا داره اونجا پارادوکس معنا داره اونجا عالم عقل دیگه راه نداره عالم عقل نمیتونه اگه میخوای جبر و اختیار رو بفهمی مولانا میگه باید بیای به مقام حیرت برسی حیرت چیه حیرت محتوا و باطن عشقه و حیرت محتوا و باطن چی هست حیرت محتوا و باطن دین هست مولانا بیان می کند توجه فرمید حالا این رو من بندن توضیح بیشتر میدم در دفتر اول بیت سی سد و دوازده میگه گه چنین بن و یعنی اون بی صورت اون خدا گاهی یه جوری خودشون نشون میده و گه ضد این یعنی من متضاد میبینم من تضاد در اینجا میبینم گه چنین بن و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین مولانا میگه دین یعنی دین یعنی نه اون مناسکی که ما انجام میدیم دین یه تحول وجودیه در من کار دین حیرانی است شما حیران نمیشید توی دین میگه هول اول و ول آخر و ظاهر و باطن سوره حدید آیات اول سوره حدید رو بخونید میگه او اول است او آخر است او ظاهر است او باطن است عقل شما چجوری میفهمه که یه چیزی هم اول باشه هم آخر بفرمایید ببینم این عقل میتونه بفهمه خودتو بکش این که هم اول است و هم آخر است را بیا و این تناقض رو حل کن این تناقض با شهود حل میشه یعنی در اثر رسیدن به اون تجربه های عرفانی من به اون کلاس نرسیدم خب درک نمی کنم همش بحث عقلی ایجاد میکنم گه چنین ماید و گه ضد این یعنی اون بیصورت یعنی اون خداوند گاهی خودشو گاهی به داغم میکشی گاهی به باغم میکشی بله پیش چراغم میکشی تا واشه و چشمان من گه چنین بنماید و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین نه چنان حیران که پشتش سوی اوست منظورم از حیران حیرت تردید و تردد نیستش که بگه من دوچار حیرت شدم دقیقا مثل اینکه شما وارد یه اتاقی بشید که انقدر تاریک باشه بگی آقا من اصلا هیچی رو نمیتونم ببینم خیلی تاریکیه من دوچار حیرت شدم اما یه وقتی از که وارد اتاق میشه اینقدر نور است که میگی من دچار حیرت شدم نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران و غرق و مست چی دوست خب شما دقت بفرمایید این مقولاتی که چند تا مقوله هست که بنده در اینجا استفاده کردم از این بحث شما توجه بکنید که مسئله جبر و اختیار که الان براتون از کردم این مسئله جبر و اختیار از نظر مولانا میگه تا زمانی که هشت بشر صورت بگیرد یعنی تا قیام قیامت یعنی تا پایان روزگار این دعوا ادامه دارد تو عقلا اما مولانا به جبر عاشقانه معتقد است جبر عاشقانه رو من نمیفهمم شما هم نمیفهمید یعنی شما هم دیگه در مصنوی درس میدید و فقط یه سری الفاظ باز آوردید توی اون مفاهیم عقلی شما که شهود نکردید شهود نکردید در اینجا میگه همچنین است همچنین بحث است تا حشر بشر این بحث وجود داره تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر در بین کسانی که اهل جبرن و اهل قدر هستن و اهل غذا و قدر هستن و تفیز رو قائل هستن و جبر قائل تا ابد ادامه دارد این رو مولانا گفت 800 هف... سال بعد از مولانا امانوئل کانت آلمانی آمد اشاره کرد که عقل ما طوری ساخته شده است که مبحث جبر و اختیار را نمیتواند بفهمد نمیتواند بفهمد در میان جبری و اهل قدر گرفرو ماندی دفع خسم خیش اگه واقعا یه جواب عاقلانه داده بودن مذهب ایشان بر افتادی پیش این مکتب و مذهب جبر از بین میرفت یا اون تفیز از بین میرفت چون برون شوشان برون شوشان یعنی یک دلیل عقلی نبوده که اینا دیگه برن عقب مثل کاری که در علم صورت میگیره فیزیک نیوتونی در اوج بوده بعد این فیزیک نیوتونی میره کنار اما اینجا این بحث همینطور ادامه داره تا ابد چون برونشونشان نبودی در جواب پس رمیدندی از آن راه نیاب رمیدن و حرکت کردن به سمت تباب به سمت اون راهی که در اون تبت خسارت است تبت یدا ابی لعبین و عبیل تب حالا چرا اینطوریه؟ آقای امانوئل کانت آلمانی میگه عقل ما نمیکشه مولانا میگه که اصلا قضای الهی اینه که هیچ وقت جبری ها قلبه نکنن تفیزی ها هم غلبه نکنن خدا خواسته اینطوری بنابراین هم خداوند الهام میکنه به جبری ها دلائلی رو به تفیزی ها هم دلائلی رو چون که مغزی بود دوام آن روش مغزی بود یعنی قضای الهی بود مولانا میگه میدهدشان از دلائل پرورش خدا به اونها الهام میکنه چون در یه جایی ما میرسیم که مولانا میگه میرسیم حالا بعدا من بحث میکنم عقل عقل جزئی استخراج نداره یعنی عقل جزئی ای که دائما از عقل کلی به او افاضه میشه می شان از دلایل پرورش تا نگردد ملزم از اشکال خسم تا بود محجوب از اقبال خسم این دلایل رو بهش میده تا اینی که این حفظ بشه محجوب بشه و حفظ بشه از پیروزی خسم و نتونه جواب بده به خسم تا که این هفتاد دو ملت مدام در جهان ماند الا یوم القیام این جنگ 72 دو, دو ملت همه را عوض بنه چون ندیدن ره افسانه زن ندیدن حقیقت ره افسانه خب اینا که نمیتونن من حقیقت رو ببینن بنابراین ره افسانه چیه میزنن مطلب بعدی که پارادوکس پارادوکسیکاله توجه داشته باشید پارادوکس درش هست و میمونه عقل شما میمونه معراج یه است به نام پیانبر مخصوصا بیایم معراج جسمانی او رو هم مطرح چه سبحان اللذی در سوره اسراء ما یه سوره ای داریم در قرآن به نام سوره اسراء اینا نمر مولانا اونها رو نگاه میکنه با ملاحظه اونها مولانا نگاه میکنه سوره اسراء یعنی سیر در شب سیر در شب سبحان یعنی پاک و منزه است خداوند اینجا ظهور پیدا میکنه با اسم سبحان یعنی پاکی سبحان اللذی پاک و منزه است سبحت سبحان خداوند مقدس است و منزه است اون خدایی که اسرا یعنی سیر داد در شب اسرا سیر داد در شب اسرا به عبدهی کسی که به مقام عبد رسیده پیامبر اکرم را لیلا در یک شبی یه سیری داشت من المسجد الحرام از کعبه و از مسجد الحرام الى المسجد الاقصا به سوی قدس یه سیری داد پیامبر را الى المسجد الاقصا لذی بارکنا حوله که اطراف او رو مبارک کرده بود چرا لنوری یهو من آیاتنا برای اینی که از آیات ما از آیات ما خداوند این آیات را به اون نشان بده یعنی ارائه آیات ها آیات کبرای الهی رؤیت آیت میشه معراج خب این معراج که رفته و سیری داشته و حقایقی رو مشاهده کرده پیامبر حقایقی رو مشاهده کرده این برای مولانا شگفتی است یعنی این رو با عقل ما نمیتونیم بیان بکنیم در دفتر چهارم بیت 3800 احمد ار یعنی اون پیامبری که مولانا داره بیان میکنه بک شایدان پر جلیل اگه بخواد عظمت خودش رو نشون بده تا ابد بیهوش ماند جبرئیل جبرئیل بیهوش میشه خب جبرئیل هم با ایشون بوده جبرئیل جلو میرفته ایشون پشت سر میرفته چون گذشت احمد ز صدره و مرصدش چون در سوره نجم این داستان آمده و من این رو تفسیر کردم در سایت آکادمی مولانا هست چون گذشت احمد زی صدر از صدرت المنتهی هم گذشت به جایی میرسه که جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم بیام پرهای من میسوزه یعنی مرتبه خیلی عالی است از مقام جبرئیل و از حدش گفت او راهین بپر اندر پیم گفت رو رو من حریف تو نیم در اینجا دیگه از کنم که جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم با تو همراه باشم باز گفت او را بیا ای پرد سوز من به اوج خود نرفتستم هنوز پیانبر میگه من میخوام برم باید تو منو ببری با خودت ببری من به اوج خود نرفتستم هنوز گفت بیرون زین حد ای خوش فر من گرزنم پر پری پر بسوزد پر من جبرئیل گفت پرهای من میسوزد حیرتن در حیرت آمد این قصص مولانا میگه من دوچار حیرت شدم نه اینکه نفهمم یعنی عظمتی رو مش... یک زیبایی رو مشاهده میکنه که در این زیبایی میماند که چگونه اصلا این رو بیان بکنه و زبانشم هم بند میآید. در حیرت آمد این قصص بیهوشی یه خاصگان اندر اخص که این خاصگان بیهوش میشن در اون اخص جبرئیل در اون اخص بیهوش میشه و این خاص تازه میاد جلو میره که این اخص دنبال او بره این برای من عجیب است بیهوشی ها جمله اینجا بازی است چند جان داری که جان پردازی است باید با جانت پرواز بکنی با جانت بری و مشاهده بکنی در دفتر چهارم بیت 760 همه اینا نمونه هایی است که عقل همینطوری که عرض کردم عقل جزئی نمیتونه بیاره در قالب مفاهیم و دچار حیرت میشه چهارم بیت 760 اتصالی یه اتصالی هست بین عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت عرض کردم که در اون محل التقاء طبیعت و ماورای طبیعت این بحث این عالم نیست بحث این نیستش که من بگم شما دنبال سبب نرو حالا من میگم چرا مولانا میگه دنبال سبب نرو رو براتون توضیح میدم برای اینکه بس قاطی نشه میگه یه اتصالی بی تکیف یعنی بدون کیفیت خاصی شما با چه کیفیتی وقتی که شما میخواید چیزی رو بفهمید با یک مثل و مثالی باید بفهمید مثلا میخواید بگید بچه من چیه میگه مثل بچه فلانی مثل آفتاب است مثل ماه است مثل این گل است این مثلی وجود داره بی تکیف یعنی شما یک حقیقتی رو مشاهده میکنه که هیچ مثل و مثلی نداره اتصال بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس با جان ناس حالا آره اینجا مولانا بحثی مطرح میکنه که رب به بحث ما نداره میگه لیک گفتم ناس من نسناس نی من نگفتم نسناس گفتم ناس نسناس یعنی چی خب میگن قبل از انسان چی بوده قبل از انسان چی بوده قبل از اون انسان چی بوده میگن موجوداتی بودن به نام نسناس یعنی همین پیکره انسانی رو داشتن ولی هنوز به اون کمال انسانی نرسیده بودن از جمادی مردم و نامی شدم لیک گفتم ناس من نسناس نی ناس غیر جان جان اشناس نیست نی ناس اون است که جان رو میشناسه یعنی انسانی که تکامل پیدا کرده ناس مردم باشد و کو مردمی تو سر مردم ندیدستی دمی ناس یعنی مردم ولی حقیقت مردم سر مردم است یعنی اون باطن مردم است یا اون انسان کامل است یا اون عقل کامل است نگاه کنید ما رمیت از رمیت خانده ای لیک جسمی در تجزی مانده ای خب شما نگاه بکنید یکی از پارادوکس ها همینه که عقل ما میخواد این رو بفهمه پیانبر تیر رو انداخته خداوند به پیامبر خطاب میکنه و ما رمیت از رمیت تو تیر رو ننداختی وقتی که تیر رو انداختی ولکن الله رما این مولانا در همه جا آورده تو تیر رو ننداختی وقتی که تیر رو انداختی بالاخره این تیر رو انداخت یا ننداخت اگه پیامبر تیر رو انداخت چرا میگه و ما رمیت اگه نینداخت چرا میگه از رمیت بنابراین هم انداخته هم نینداخته این که تناقض این که عقل من با پارادوکس مخالفه چگونه میشه و این نه تنها به پیامبر اکرم در کوره های آدمسوزی آلمان هیتلری که مردم میسوزن خداوند خطاب میکند به اون هیتلر میگوید و ما قتلت از قتلت ولکن نی قتل تو نکشتی وقتی که کشتی من کشتم شما سرایت بده همه جا بله الان بنده که سخنرانی میکنم خداوند خطاب به من میکنه و ما نتقت از نتقت تو نطق میکنی تو نطق نکردی ولکن نی نتقت من دارم نطق میکنم و غیر از اینه مگه وحدت وجود غیر از این میگه مگه لا حول ولا قوت الا بالله غیر از این میگه مگه لا مؤثر فی الوجود الا الله غیر از این میگه مگر هر جنبنده ای که می جنبد به اراده اوس، اوست غیر از این میگه خب ما اینو میخوایم عقلمون میخواد بفهمه چه جوری میشه که الان بنده چاغو زدم تو شکم یه نفر یه نفر رو کشتم من قاتلم و قاتل نیستم بله این عقل میخواد این رو بفهمه مولانا میگه که ما رمیت از رمیت خانده ای لیگ جسمی تو میخوای بری با اون عقل جزئی دین رو بفهمی باید بیای تا ببینی و مشاهده بکنی در تجربه عرفانی ما میبینیم در دفتر دوم در داستان موسا و شبان میدونید دیگه داستانش رو نمیخوام وارد بشم بسیار نکات عمیقی دارد مواجهه موسا با اون چوپان که میگه تو کجا ایتا شوم من چاکرت چاروقت دوزم کنم شانه سرت موسی میاد میخواد اونو اصلاحش بکنه که تو چه میگی؟ تو جاج میگی؟ تو داری کذاف میگی؟ اون ای که صورت میگیره درست شو؟ بعد خداوند بر موسا اتاب میکنه که خب بگذار این شبان باشه خیلی یا شبانن با همون زبان شبانیش با من صحبت کنه موسا میاد در بیابان به دنبال این چوپان که از او عذرخواهی بکنه وقتی مواجهه با این چوپان میشه اون چوپان از اون مرتبه ارتقا پیدا کرده ارتفاع پیدا کرده البته اینا ساخته مولاناست ولی حکایت از یک امر تجربه ارفانی میکنه تازیانه برزدی اسبم بگشت میگه تو بر من یه تازیانه زدی اسب من حرکت کرد این چوپانه داره میگه گنبدی کرد و گردون برگذشت گنبدی کرد یعنی چرخید و رفت بالا و بالا ما ز بالاییم و بالا می رویم به کجا رسید محرم ناسوت محرم ناسوت یعنی این عالم انسانی ما ناسوت یعنی عالم انسانی لاهوت یعنی اون عالم ماورای طبیعت محرم ناسوت ما لاهوت باد یعنی من مشاهده میکنم که لاهوت اومده محرم شده آفرین بر دست و بر بازوت باد حالا این چوپونه داره میگه حال من اکنون برون از گفتن است این که میگویم نه احوال من است من حالم بیرون شده من دچار حیرت شدم ای موسی نقش میبینی که در آینه است نقش توست آن نقش آن آینه نیست شما وقتی که میری تو آینه خودتو نگاه میکنی اون خودتو تو آینه میبینی ولی این نقش توی این مال خود آینه نیست از خودته من اینجا دوچار حیرت شدم که اون منم یا اون من نیستم اینها مواردی است که پارادوکس است و مولانا به این مرتبه و به, به این مرحله رسیده تجربه عرفانی حالا توجه بفرمایید این سه روشی که براتون گفتم روش مقلدانه روش عاقلانه فیلسوفانه علمی آلمانه آگاهانه و روشی که تجربه عارفانه است ولی توجه داشته باشید این تجربه عارفانه از هر هزار تا ده نفر اینطور میشن بقیه عاطل و باطل به دنبال اونا میدونن این به این معنای تعطیل کردن عقل نیست که مطلقا عقل تعطیل بشه چرا؟ برای اینکه اگه من میخوام از این مرحله سخن بگم باید رسیده باشم به این مرحله نگاه کنید من این از کنم که شعر مولانا رو آوردم میگه نامصور یا مصور گفتند وقتی که میای در یه جایی میشینی میگی که آرفان گفتن که خدا بی است اینو داری درس میدی داری مصنوی شهر میکنی میگه خب خدا بی دیگه همینطوری به بقیه نگاه میکنی خدا بی دیگه میگیم تو خودت رسیدی به اینی که بی صورته یا شنیدی که بی صورته نقشی در تو هست که بی صورته. مولانا میگه نامصور یا مصور گفتند باطل آمد تو داری باطل میگی چرا؟ بیز صورت رستن است تو باید از صورت رسته باشی تا بفهمی بی صورت چیه آقا شما مثل این که میخوایی با مواجهه وجودی از از دست دادن پدر صحبت کنید ولی پدرتون زنده است انشالله هر کس پدرش زنده است در کنارش زنده باشه و مادرش و پدرش رو از دست نداده حالا کسی که پدرش رو از دست نداده میخواد از ماجرای از دست دادن پدر سخن بگه مانند کسی که پدرش رو از دست داده میشه چنین چیزی؟ نامصور یا مصور گفتند باطل آمد پیز صورت رستند خب در اینجا مولانا میگه که بیا به این هیرت برس آسمان شو ابر شو باران ببار ناودان بارش کند نبود به کار یعنی با عقل جزئی اگر بخوای سببدانی بکنی مثل ناودونیه که آب کمه آب کم میاد آب اندر ناودان آریتی آب اندر ابر و دریا فطرتی فکر و اندیشه است مثل ناودان عقل جزئی تو مثل ناودونه میخواد این دریا رو بفهمه وحی و مکشوف است ابر و آسمان اما در اون کشف عرفانی که میرسی به آسمان رسیدی آب باران باغ صد رنگ آورد اگه به اون حیرت برسی صد رنگی می‌بینی اما ناودان اگه ناودونی باشی بخوای بگی من اینو فهمیدم تو نفهمیدی اون بگی من فهمیدم تو نفهمیدی علم من اینو میگه علم تو اونو میگه ناودان همسایه در جنگ آورد خب حالا در دفتر پنجم برای اینکه این, این بحثمو تکمیل ترش بکنم در دفتر پنجم بیت 351 مولانا میگه که هر کبوتر میپرد زی جانبی نگاه کن هر کبوتری به سمت یه جانبی میره وین کبوتر جانب بی جانبی من به سوی بی سوی میرم یعنی چی؟ اینو با عقلتون توضیح بدید بی عقل مگه سو عقل مگه بی میفهمه وین کبوتر جانب بی جانبی ما نه مرغان هوا نه خانگی دانه ما دانه بی دانگی دانه ما دانه نیست اینو برای من توضیح بدید ایزای مفهومی کنید دانه ما دانه نیست دانه هست اما دانه نیست چرا دانه هست برای که میگی دانه ما چرا دانه نیست برای که میگی بیدانگیست تناقض زان فراخ آمد چنین روزی ما ما خیلی روزیمون فراخه او چقدر به ما میرسه که دریدن شد قبادوزی ما ما وقتی که میدریم پاره میکنیم داریم میدوزیم چجوری میشه یه نفر هم بدوزه هم پاره کنیم اینها رمزها و رازها و اون اسرار وقتی که گفته میشه سر وقتی که گفته میشه اون سر نا اصلا گشوده نمی شود با عقل جزئی شما نمیتونید اون رو بگشایید راز رو در بحث راز من براتون مطرح کردم مراجعه فرم نمیدونم شماره چنده هم در دختران رومی موجوده هم در کانال دختران رومی موجوده هم در سایت آکادمی موجوده اگر شما یه چیزی برای من مجهوله که راز نیست من در الان نمیدونم منزل شما آدرسش کجاست خب باید من یه رازه بعد که شما به من گفتی این رازگشایی شد نه اصلا راز در منطقه عارف در مکتب عارفان اصلا گشوده نمیشود و یه غزلی هست در دیوان شمس الان نمیخوام شرح قذر کنم بعدا من این غزل رو برای شما یه توضیحی میدم اما واقعا این غزل رو شما متوجه میشید نگاه کنید مولانا چه میگه میگه که داد جارویی به دستم آن نگار نگار من و معشوق من اومد یه جارو داد دستم گفت که از دریا برانگیزان قبار گفت با این جارو بره از این دریا قبار رو جارو کن از روی دریا باز آن جاروب را ذاتش بسوخت گرفت اون جارو رو آتیش زد آتیش زد جارو که بنا بود من جارو کنم از روی دریا اون سوزون. گفت که از آتش تو جارویی برار از این آتیشی که روشن کردیم و جارو رو سوزوندیم یا یه جارو درار خودت دچار حیرت شدم کردم از حیرت سجودی پیش او سجده کردم گفت بی ساجد سجودی خوش بیار گفت نه 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 اگه میخوای سجده کنی ساجد نباید باشه میشه در یک جایی ناطق نباشه ولی نطق باشه ساجد نباشه ولی سجود باشه آه بی ساجد سجودی چون بود گفت بی چون باشد و بی خار خار میگه بی چون میتونه باشه بی چون این بی چونی رو عقل جزئی نمیتونه درک بکنه خب حالا توجه بفرمایید این, نکته رو ما از اول برای اینکه در ذهن شما کاملا جا بیفته ما چی خواستیم بگیم ما گفتیم که یکی از خصوصیات عقل جزئی عزیز من این است که این عقل جزئی سببدان است درست خب ما سببدانی که در عالم طبیعت وقتی که ما مراجعه میکنیم و مشاهده میکنیم در عالم طبیعت ما اسباب رو باید بشناسیم مثلا میخوایم زندگی کنیم شما الان میخوایم مدنیت به وجود بیارید میخواید بهداشت به وجود بیارید میخواید با بیماری مبارزه کنیم اینا رو تکرار کردم ما باید دنبال سبب بریم ولی مولانا در سراسر آثار خودش ما رو از سببدانی منع میکند یعنی آقا سال ما اینه اگر کسی آمد تابع مولانا شد دیگه دانشگاه نباید بره نباید درس بخونه نباید تبابت باشه نباید شیمیست باشه نباید فیزیکدان باشه اصلا اینا نباید باشه برای اینکه مولانا داره ما رو من میکنه یا اونطوری باشه اینطوری یا بیا برو تجربه های عرفانی رو دنبال کن اگه میخوای تجربه های عرفانی رو دنبال بکنی دیگه دنبال سببدانی نباید بری اما توجه داشته باشید که این مرزش رو ما توجه بکنیم که افراط و تفرید نشه یک بچه مادرش مادری بچهش خواست از پشت مون بیفته گفت نیفتی عقب عقب رفت از اون طرف افتاد گاهی ما عقب عقب میریم میگیم آقا اصلا تحصیل علم ترک بشه از حرفای مولانا در میادا که شما بری اصلا دنبال علم نرید اصلا صوفی یعنی این افراد صورت گرفته که صوفی یعنی اصلا دنبال علم نره اما سبب دانی رو شما توجه بکنید وقتی که ما سببدان میشیم سببدان مطلق میشیم و میخوایم فقط از طریق این اسباب عالم را بشناسیم اولا این ارز میکنم این رو من براتون توضیح بدم اولا ما این تحقیق سببدانی که داریم در امر سطحی است یعنی لایه وجود داره اون لایه های بالاتر و عالی رو ما نمیبینیم ببین یه وقتی از کسی میاد میگه من فقط میخوام این گل رو بشناسم سبزینه گل کلروفیل گل آوند آبکش گل پرچم گل من میخوام این گل رو بشناسم خب ما کاری به اون نداریم اصلا مولانا اینجا اون کاری نداره اما یه وقتی هستش که این میاد این رو در ظرف نگاه الهیاتی یعنی با او میبیند همه چیز را با او میبیند میخواد معیت را بفهمد یعنی التقاء این با اون عالم ازل و با اون عالم لاهوت و با اون عالم جبروت و با خدا میخوام این با خدا برای من معنا پیدا بکنه چون این در این سطح قرار دارد وقتی که من در این سطح قرار گرفتم تمام طبیعین من خلاصه میشود در همین اسباب و من قافل میشم از مشاهده اون اسباب عالی هیرت یعنی دیدن اون اسباب عالی هیرت یعنی این وقتی هم که ببینی دچار هیرت میشید وقتی که تو فقط و فقط سببدان شدی و به این وسایط چسبیدی و عالم رو بر اساس این وسایط تفسیر کردی ندای قول تعالی اصلا برای تو معنا پیدا نمیکنه یعنی واقعا اگه ما در عالم علم بیایم و ساینس دیگه اینجا خدا حضوری نداره اصلا دیگه اونجا اون علت اعلا و اون قایت القایات و, و, و اون باطن رو ما نمیبینیم اون لایه ها رو ما دیگه درک نمی کنیم در اینجا از این جهت میگه سببدانی رو رها بکن سببدانی که نافی اون حیرت است نافی دیدن عالم در زل اسماء خداوند است توجه داشته باشید که مولانا بر این معنا ما رو عرض میکنم که توجه میدهد بله به این نکته الان شما توجه بکنید در این قسمتی که بنده دارم خدمتون میگم در دفتر عرض میکنم که این نکته رو من اینجا براتون آوردم که مولانا در سراسر آثار خودش ما رو از سببدانی منع میکنه آقا اینو یهو مم... شما ممکنه بزرگترین ایراد رو به مولانا بگیرید بله اگر گرفتید وارده اگه فقط بخوایم از این دریچه نگاه بکنیم که آقا سببدانی یعنی نفی علم اما نه این نیست اون جایی که حضور حضرت حق مطرح است در دفتر پنجم بیت 790 میگه تو نگاه میکنی که در زندگیت این تبدیلات و تغییرات صورت میگیره از جمادی مردم و نامی شدم یعنی شما اول جماد بودید بعد نامی شدید اینو من هزاران بار گفتم یعنی من در عالم عناصر بودم قبلا من فسفر بودم کربن بودم کلسیوم بودم پتاس بودم از عالم جمادی صورت تبدیل شد من اومدم عالم نبات یعنی من جذب ریشه درخت شدم من منی که اینجا نشستم و شدم انگور از عالم جماد آمدم به عالم نبات در عالم انگوری و نباتی و گیاهی من مردم متولد شدم در عالم حیوان یعنی اونو خورد مادر من تبدیل شد به اسپر از عالم حیوانی آمدم تبدل پیدا کردم به عالم انسانی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زه حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردم کم شدم همطور این تبدیل ها صورت میگیره حمله دیگر بمیرم در بشر تا برارم از ملائک و بر حالا اینجا مولانا میگه مگه نمیبینی این تبدیل ها داره صورت میگیره یه مبدلی هست که این تبدیل رو انجام میده یه محولی هست یا محول الحول و احوال حول حالنا الى احسن الحال وجود داره ما اینجا باید این تو این تبدیل مبدل میاد شما او رو با مبدل میبینی من این آوند آبکش رو در ظرف قائمیت به اون مبدل میبینم این میشه نگاه عارفانه یعنی او رو میبینم با این به دریا بنگرم دریا تبینم به صحرا بنگرم صحرا تبینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم عینما تو ولو فسم وجه الله به هر جا نظر بکنی وجه الله میبینی اگه بخوای وجه الله ببینی با سبب یابی علمی سایمسی که فقط و فقط میخواد بیاد عقل جزئی این اسباب رو بتونشون بده او رو نمی‌بینی قائب میشی از حضور حق قائب میشی معنا از تو گرفته میشه از مبدل هستی اول نمان هستی بهتر به جای آن نشان همچنین تا صد هزاران هست ها بعد یک دیگر دوم به ابتدا از مبدل بین وسائط را بمان که از وسائط دور گردی زسل, زسل آن اگر فقط تو بیای متوجه وسائط و وسیله ها و اسباب بشی از اون حقیقت میبونی آن از مبدل بین یعنی مبدل رو بیار اینجا حضورش و را بمان که از وسائط دور گردی زسل آن واسطه هر جا فوزون شد وصل جس. یعنی هر جا فقط واسطه ها رو آوردی اون هی میره کنار هی... نه واسطه به علاوه اصلا واسطه اون دیگه اون حضور پیدا میکنه واسطه کم اما واسطه که کم بشه ذوق وصل تر است از سببدانی شود کم حیرتت مولانا میگه اگر بچسبی به سببدانی تو دچار حیرت نمیشی حیرت تو ره دهد ده در حضرتت این بقاها از فناها یافتی این همه باقی شدی به خاطر اینکه چیزهایی رد دست دادی از فنا و اش رو چرا برتافتی چرا از فنای و رود رو او رو آوردی به سمت این موجوداتی که این موجودات در حقیقت نیستن شما نگاه کنید همین پارادوکس هست نیست نما و نیست هست نما که مولانا میگه عارف میگه اینا اصلا نیستن ما اینا رو نیست میدونیم اونه که شما نیست میدونیم ما هست میدونیم توجه داشته باشید خب این نکات قابل توجه برای اینکه بحث جمع بشه توجه بکنید اولا سببدانی و علتجوی در اغلب انسان ها در صد صورت می این یک و به عمق سرایت نمی کنه اینو من دیگه ادامهشو ننوشتم این سببدانی نه تنها در دایره معرفت و دانشه بلکه تو دایره ارزش ها هم میاد یعنی میگه دیگه خدا دیگه اصلا خدا چی است خدایی که اینجا دیگه وجود ما دیگه اصلا خدا باشه یا نباشه تو نظام ارزشی من تاثیر نداره من با همین اسباب میتونم به خوشبختی برسم. در دفتر چهارم بیت 3721 و و مولانا یه مثالی میذاره میگه یه کاغذی بوده و یه قلمی به دست یک نقاشی داشته نقاشی میکرده روی کاغذ و مرچه های اینجا بودن یا اطراف بودن مرچه این نوک قلم رو که میبینه ستایش میکنه و به مورچه بعدی میگه که بیا ببین که یک قلمی است که این قلم چه نقاشی ها میکنه مورچه دوم میگه تو قافلی این در سطح داری این رو میبینی اسبعی هست انگشتی هست که این نقش رو داره انجام میده مورچه سوم میگه نه این دستی هست در اینجا در اینجا غیر از این انگشت دستی هست مورچه بعدی میگه نه بازویی هست مورچه بعدی میگه شما همه قافلید اصلا روحی هست عقلی هست و همینطور سببدانی در عالم عقل جزئی که راضی میشه محدودت میکنه در این سطح مورکی بر کاغذی دید او قلم گفت با مور دیگر این راز هم که عجائب نقش ها آن کل کرد اون قلم همچون ریحان و چون سوسن سوسنزار و ورد مثل گلستان چقدر داره نقاشی میکنه مورچه گفت گفت آن مور اسبه است آن پیشور میفرماید اونی که داره کار انجام میده اون اسبع اسبع یعنی انگشت وین قلم در فعل فر است و اثر این قلم فرعه گفت آن مور سوم که از بازو است کسبع لاغر ز زورش نقش بست میگه از زور اون بازوه که این انگشت داره این کارا رو میکنه همچنین میرفت بالا تا یکی محتر موران فتن بود اندکی دیگه اون محتر موران که خیلی میدانست گفت که صورت مبینید این هنر که به خواب و مرگ گردد بیخبر اینها رو از این صورت ها نبینید اینا دوچار تغییر میشن و دیگه بیخبر میشن صورت آمد چون لباس و چون اسا صورت مثل لباس و اساس جز به عقل و جان نجنبد نقش ها بیخبر بود او که آن عقل و عقل وفاد بیز تقلیب خدا باشد جماد ارز میکنم اون عقل بدون تقلیب خدا و بدون اینکه خدا تبدیل را صورت بدهد جماد است در دفتر پنجم بیت ۲۹۷ میگه چند بینی گردش دولاب را میگه تو چقدر با این عقل جزئی فقط گردش سنگ آسیاب رو میبینی نه سر برون کن برو از آسیاب بیرون هم ببین تیزاب را آبی که داره این رو میچرخونه تو همی گویی که میبینم میگی بله منم میبینم من هم درک میکنم ولی دید آن را دید آن را اگه کسی بگه من دارم میبینم من به اون شهود رسیدم بس علامت هاست نیک تو داری گردش کف را میبینی یعنی اینی که میگه سبب اینه گردش کف را چو دیدی مختصر باید به دریا در اگه میخوای به اون مقام حیرت و عشق برسی باید متصل به دریا بشی آن که کف را دید سرگویان بود اونایی که کف رو میبینن فکر میکنن اسرار عالم درک کردن گفتن ما با این علم تونستیم رازهای عالم طبیعت رو کشف بکنیم نه نه آن که کف را دید سرگویان بود و آن که دریا دید او حیران بود اصلا نمیتونه بگه زبانش هم بند میاد بوی آن دلبر که پران میشود آن سبان صدگزش کوتاه شود یا آن گوی آن دل بر چو میشود، می شود آن زبان ها جمله حیران می شود زبان نمی تونه بیان کنه دچار تناقض میشه و اون غزلیاتی که خوندم آن که کفرادید سرگویان بود وان که در یادید او حیران بود آن که کفرادید نیت ها کند که من این کارو میکنم اون کارو میکنم من میتونم اسرار رو وان که در یادید دل دریا کند آن که کفهادید باشد در شمار میشماره که من چه کارهایی کردم شمارش میکنه من بودم که این کار رو کردم وان که در یادید شد بی اختیار دیگه منی در اینجا وجود نداره بر در هم توی ای دل ستان آن که او کفدید در گردش بود وان که در یاد یعنی در گردش بود یعنی دوچار استراب میشه دوچار تردد میشه در دچار تردیده وان که در یادید او بیغش بود یعنی استراب از وجود او برگرفته گرفته میشه یا ایت و هن نفس ارجعی الی ربک که راضیتا مرزیه خب در دفتر چهارم بیت 1402 اینم بخونم دیگه بحثم تمام مولانا میگه داند و کونیک بخت و محرم است اون کسی که به سعادت رسیده و محرم شده این حقیقت رو درک کرده این عارف زیرکی زرنگی زبلیس از شیطان بوده که در افتاد هی سوال کرد هی چون و چرا کرد زیرکی زبلیس و عشق از آدم است زیرکی سباهی آمد در بهار در درس های دفتر چهارم خوندیم کسی که زیرکه زیرک به اون معنا که عقل جزئی تاجر پیشه معاشی دارد و میخواهد همه چیز رو بیاره زیر چتر عقل جزئی و اون مقولاتی که تو ذهن خودش هست می کسی است که داره در دریا شنا میکنه کم راحت غرق است او پایان کار در بهار یعنی دریا و اون غرق میشه هر سباحت را این شناگری رو رها کن و یه کبر و کینم وجود تو رو به خاطر این عقل جزئی گرفته هر سباحت را رها کن کبر و کین نیست جیهون نیست جو این جیهون نیست جو نیست که بتونی شنا بکنی دریاست این وان جهان دریا و یه جرف بی پناه تازه در رو باید هفت دریا را چکا حالا مولانا میگه عشق چون کشتی بود بحر خواس چم بود آفت بود اغلب خلاص آفت چمه اغلب خلاصی صورت میگیرد در این کشتی عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص کسی که سوار این کشتی بشه غالبا خالص میشه اینجا یه تشویه بین شنا کردن و کشتی من یه اشاره کردم بعدا یه توضیحی راجع به این خواهم داد بعدن یادم بندازید در جلساتی که خدمتون بودم زیرکی بفروش و حیرانی بخر این داره مولانا همین رو میگه زیرکی یعنی عقل جزئی رو که هی بخواد سبب دانی کنه زیرکی زن است و حیرانی نظر زیرکی لازمه یه عقل جزئی تردد و شکه زنه اما حیرانی نظر دیگه رسیده بله اون حیرت حیرتی است که زایده عشقه عقل قربان کن به پیش مصطفی اینجا مصطفی هم همون عقل کل هست حسبی الله گو که اللهم کفا بگو خدا مرا کافی خدا تو رو کفایت میکنه همچو کنعان مانند پسر نوح سرز کشتی و مکش که غرورش داد نفس زیرکش نفسش اونو زیر کشید به خاطر غرورش غرورش این کار رو کرد که برایم بر سر کوه مشید در قرآن میگه من میرم به کوههای بلند و شنا میکنم دیگه میرم اونجا من شنا کردن بلدم عقل جزئی که برایم بر سر کوه مشید منت نو هم چرا باید کشید مولانا میگه چون رمی از منتش بر جان ما چون که شکر رو منتش گوید خدا میگه چگونه میتونی از منت روح رها بشی خدا منت این انبیا و اولیا را گفته شکر رو منتش خداوند یکی از اسمایی که داره شکور است یعنی شکر به جا می آورد چگونه خداوند شکر به جا می آورد در درون من الهام میکند که شکر رو بگو شکر یعنی اظهار شکر یعنی کشف یعنی آشکار چیزی که دارم آشکارش کنم این میشه شکر ثروت دارم آشکارش کنم توانا هستم دست ناتوانو بگیرم این میشه شکر خدا به دل من میندازه همین میشه شکر خدا و دیگر این که خداوند مولانا میگه که از بندگان و از اولیا خودش تشکر میکنه که شما اومدید به عیادت من به دستگیری من شما کجا مریض شدید که ما اومدید به عیادت من با اون بنده من که شما به عیادت او رفتید او من است چون که شکر و منتش گوید خدا چو تو چدانی ای قرار ای پر حسد ای مغرور پسود منت او را خدا هم می کشد کاش که او آشنا ناموختی کاش که اون شنا کردن بلد نبود که برون بالا تا تمع در نوح و کشتی دوختی کاش چون طفل از هیل جاهل بودی هیلت رها کن آشقا که گفتم تا چو تفلان چنگ در مادر زدی یا به علم نقل کم بودی ملی ملی یعنی پر ملع یعنی پر املا پر کردن صفحات ملی یعنی کاش که علم نقلی همین هایی که نقل شده و تو ذهنش کرده خالی بود از اون علم های نقلی علم وحی دل رو بودی از ولی علم وحی دل رو از اولیا بگیر اینا علم وحی دل دارن مولانا کجا اینها رو خونده اینا وحی دل است شما نهج البلاغه امام علی رو نگاه کنی حکمت های اصلا دیوانه کننده است مولانا میگه من از این حکمت ها بهره گرفتم اون علم وحی دل حضرت علی کجا درس خونده کدوم مکتبی رفته کدوم دانشگاهی رفته است اینا کدوم دانشگاه رفتن علم وحی دل ربودی از ولی با چنان نوری چو پیشاری کتاب اگه یه چنین نوری که از ولی هست تو کتاباتو بیاری ارائه بدی جان وحی سایا جان وح آسای تو آرد اتاب برای ملامتت میکنه جان تو عقل کل در وجود تو چون تیمم با وجود آب دان وقتی حرفاتو ببری نقلتو ببری در برابر اون وحی مثل اینکه که تیمم میخوای بکنی در برابر آب علم نقلی با دم قطب زمان علم نقلی رو همین علمایی که یاد گرفتی با اون دم مسیح آسای اون ولی الهی که عقل کل است خیش ابلح کن تبع میرو سپس باید ابله بشی و یه روایتی هست از پیغمبر آوردن حالا بوده یا نبوده مولانا استفاده کرده که اکثر اهل بهشت اینها ابلهن ابلهی یعنی ابلهی در اینجا نه به معنای حماقت ابله در اینجا به معنای ساده ای که رها میکند قیل و قال بی خودی رو در حیطه التقاء طبیعت و باورای طبیعت ابله اونه ابله اینه که نمیاد زیرکی رو نقطه مقابل زیرکی است خیش ابله کن تبع میرو سپس رستگی زین ابلهی یابی و بس اکثر اهل الجنه البلح ای پسر بلح یعنی ابلهان هستند بحر این گفته از سلطان البشر زیرکی چون کبر بادنگیز توست اون زیرکی که داری کبر در تو ایجاد میکنه و باد در تو به وجود میارد بادت میکنه باید تو به با آب برسی باد یه سوزن بزنه خالی میشی ابلهی شو تا بماند دل درست ابلهی نه کو به مسخرگی دو توست من منظورم اون ابلهی نیستش که بگیم که از مضاعف بشه در مسخرگی ابله شده هی بشه هی زیاد بشه دو تو بشه ابلهی کو واله و حیران اوست و سکوت میوه درخت تحیر است این آخر کلام ماست در دفتر پنجم بیت 3245 پنج. حیرتان مرغ است خاموشت کند برنهد سردیگ و پرجوشت کند برنهد سر دیگ و پرجوشت کند بر سر می نهد و جوشش که تو رو بالا می برد یعنی بر سردیک یعنی بردیگ دیگ وجود تو سر می گذاره خاموش می شی. در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فقان و در قوقاس هم بله همچو از آتش غم در جوشم مهر بر لب زده می می خورم و خاموشم بله در اون جایی که میگه مهر کردند و لبانش دوختند هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش سوختند در دفتر اولم میگه نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بلکه چنان حیران و غرق و مست دوست آن یکی را روی او شد سوی دوست و آن یکی را روی او خود روی اوست این مقابله و مواجهه رو مولانا مطرح میکند که انی وجهت و وجهی علل لذیفتر از سماوات و حنیفا و ما انا من المشرکین این جلسه هفتم درس عقلانیت بود که چگونه مولانا نگاهش به عقل و امیدوارم که در بحث های بعدی بتونم این بحث رو کاملتر تر خدمتون مباحث رو تصیح بکنم همه شما رو به خدا میسپارم